پهپاد نشتیاب لیزری در واقع جزئی از یک سامانه هوشمند است که امکان نشتیابی گاز متان در خطوط و تأسیسات گاز شهری را فراهم می کند. یک سنسور لیزری سنجش غلظت گاز متان، یه پرنده‌ای که این سنسور رو حمل می‌کنه و یک ایستگاه زمینی که داده‌ها رو می‌گیره و در طول مسیر پرنده موقعی که داره حرکت می‌کنه، حالا چند کیلومتر اونورتر، به ما میگه که غلظت گاز متان چقدره تو اون نقاط و اون نقاطی که نشتی دارن غلظت انرژی حدی بیشتر باشه رو برای ما با یه دقت خیلی خوبی مشخص می‌کنه. استفاده از این سامانه پهپادی که یک شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه صنعتی شریف آن را به سفارش شرکت گاز استان قزوین ساخته است، ضمن افزایش سرعت نشتیابی هزینه بازرسی تأسیسات و خطوط گاز شهری را هم کاهش می‌دهد. این پرنده امنیت و ایمنی اون اپراتور رو میبره بالا، سرعت به شدت میبره بالا، شاید اون اپراتور 5 6 کیلومتر بتونه نشتیابی بکنه در روز، ولی این حداقل 65 کیلومتر رو میتونه نشتیابی بکنه. و خب به واسطه همین سرعت و امنیت و اینها اون هزینه تمام شده ای که برای شرکت داره برای نشتیابی خب کمتر میشه. اگر که غلظت گاز در حد نرمال باشه، خب این نقاط سبز، و هر چقدر که غلظت گاز زیاد میشه این به سمت قرمز در واقع میره و به این شکل اون فرد که استفاده میکنه میتونه بفهمه که کجا مثلا نشتی وجود داره یا باید تعمیراتی انجام بشه. ما تو حالا اپلیکیشنی که نوشتیم این شکلیه که نقاطی که نشتی داره کامل رو حالت مپینگش با نقشه به شما خروجی میده که شما میدونید که این خروجی ها روی کل مثلا ایران مثلا این نقاط مشکل نشتی داره. این پهپاد در هر عملیات میتواند 45 دقیقه در ارتفاع 30 تا 50 متری از خطوط و تأسیسات گازرسانی پرواز کند و قدرت شناسایی گاز متان توسط حسگر لیزری آن هم 5 پی پی ام در متر است. ما داده های نقشه رو اون خط رو از شرکت میگیریم و اونها به ما میگن که خط از کجا رد شده، بعد داده ها رو نرم افزار خود پرنده وارد میکنیم و به صورت خودکار پرنده بلند میشه، ماموریت رو انجام میده و برمیگرده. همکنون متخصصان این شرکت دانش بنیان در تلاشند با ارتقای این سامانه امکان شناسایی انواع دیگری از گازهای سمی و خطرناک را فراهم کنند تا بتوان از آن در حوزه‌های دیگری مثل بازرسی و پایش سکوهای گازی و یا مجتمع‌های پتروشیمی هم استفاده کرد.